به نام خدا، در خدمت شما هستیم با درس دوم از سری برنامه آموزشی آموزش ساینس دایرکت. همونطور که تو درس قبل گفتیم، ساینس دایرکت یکی از بزرگترین دیتابیس های موجود روی وب هستش. تو درس قبل طریقه رجیستر کردن داخل سایت رو گفتیم و گفتیم که برای استفاده از همه آپشن های دیتابیس ساینس دایرکت بهتره که داخلش لوگین کنید. الان همونجور که میبینید من داخل سایت لوگین کردم و عرضم به حضور شما، در ادامه بقیه روش های جستجو رو بهتون یاد میدم. همینطور که جلسه قبلم گفتم و الانم تاکید میکنم، یادتون باشه که برای شروع جستجو ساینس دایرکت جای خوبی نیست، بهتر که از سایتیشن ترکر ها شروع کنید. حالا ما فرض میکنیم که به اصطلاح به این نتیجه رسیدید که داخل سایت ساینس دایرکت جستجوی کامل میخواید انجام بدید. خب ببینید، ساینس دایرکت اینجا تو اینترفیس اصلیش سه نوع جستجو رو همین الان به شما پیشنهاد میده. البته سه نوع بیشتر، حالا من به سه نوع تقسیمش میکنم. اولین کاری که میتونید بکنید اینی که کویک سرچ کنید، یعنی یه سرچ سریع تو این قسمت شما میتونید انجام بدید. مثلا میتونید عرضم به حضور شما که مثلا واژه‌ای که دنبالش هستید و مثلا همینجا سرچ کنید. من سرچ میکنم اپتیک، نتیجه رو ببینید. میبینید یه تعداد خیلی خیلی زیادی نتیجه برای شما میاره که نیاز به فیلتر شدن داره، که بعدا فیلترش رو توضیح میدیم. روش دوم اینه که از ادوانس سرچ استفاده کنید. اینجا ادوانس سرچ رو کلیک میکنید، میبینید یه سری امکانات بیشتری داره. میتونید از عملگرها که تو درس جستجوی آکادمیک پیشرفته هم گفتیم، اینجا هم از اکثرش استفاده کنید، مثل اند، اور، اند نات. میتونید فیلدا رو فیلتر کنید که حالا بعداً کامل توضیح میدم، فقط رد میشم از روش. و راه دیگه استفاده از امکان براوزینگ هستش. حالا من امکان براوزینگ رو میخوام اینجا کامل براتون توضیح بدم. ببینید، ساینس دایرکت اومده همه دیتابیس‌هاش رو به چهار گروه اصلی یا چهار کاتگوری اصلی تقسیم کرده: کاتگوری فیزیکال ساینس و انجینیرینگ، لایف ساینس، هلت ساینس، سوشال ساینس. تو هر کدوم از این کاتگوری ها یک سری به اصطلاح ساب تایتل هایی هستن که با کلیک کردن به روی اونها وارد دیتابیس های مربوط به اون میشید. مثلا شما فرض کنید که من روی انرژی کلیک میکنم تو از کاتگوری فیزیکال ساینس و انجینیرینگ. نگاه کنید کل پابلیکیشن هایی که اینجا در تو این کاتگوری وجود داره 654 تا کاتگوریه، خب، که شامل کتاب و ژورنال و حالا یه سری چیزهای دیگه هست که الان توضیح میدم. سه نوع یا چهار نوع فیلتر میتونید انجام بدید. خب اولیش اینه که بیاید حتی الان هم رو کاتگوریاتون دامینیت داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام یک کاتگوری دیگه اضافه کنم، یعنی میخوام کاتگوری انرژی رو با کاتگوری شیمی با هم ببینم. این کی به درد میخوره؟ وقتی که موضوعی که شما دارید، مثلا یه موضوع مثل چی؟ مثل بیودیزل. خب بیودیزل یه موضوع بین رشته شیمی مثلا و انرژی ممکنه باشه، حالا شاید موضوعات دیگه، مثلا گراف کار میکنید، کاربرد گراف تو نانو شیمی هستش و همچنین ریاضیات. پس مثلا باید ماتماتیکس رو خب با چی بزنید؟ با شیمی بزنید. خب با شیمی بزنید. اینجوری میتونید کاتگوری به صورت کاتگوری مشخص کنید. یا حتی مثلا شما یه موضوعی کار میکنید که مثلا مهندسیه ولی یه کاربردی تو چی داره؟ توی پزشکی داره. میاد اینجا مثلا مدیکال انتخاب میکنید، از دو تا کاتگوری اپلای میزنید. یا کنید تعداد مواردی که پیدا میکنه باید زیادتر شده باشه. نیا کنید از 600 تا شد 8000 تا عنوان. خب پس اولین فیلتری که میتونید انجام بدید رو کاتگوری از اینجاست، یعنی شما حوزه‌ای که
موضوع شما در اون مورد وجود داره رو میتونید اینجا فیلتر کنید، یعنی اضافه یا کم کنید. حالا فیلتر بعدی که وجود داره فیلتر کردن روی عنوانه. مثلا میگید بهش که ژورنال ها یا کتاب ها یا هندبوک هایی رو برای من بیار که با عرضم به حضور شما با مثلا حرف سی شروع شده باشه. خب روش کلیک میکنید و همه ژورنال ها ای بوک ها یا هندبوک هایی رو برای شما میاره که نگاه کنید با حرف سی شروع شده باشه. نگاه کنید تا آخر که برید کنسل نمیدونم کربن فلان، میبینید همه رو اینجوری میاره. فیلتر بعدی که میخوام در موردش توضیح بدم این نوع پابلیکیشنه. نگاه کنید شما اینجا الان چند تا ارزم بزرگ شما که انتخاب دارید. اصلا کلن منابع تو ساینس دایرکت به دو صورت کلی کتاب و ژورناله. حالا کتاب ها میتونن بوک سریز باشن، هندبوک باشن یا رفرنس ورک باشن. خب شما اینجا میتونید بگید که فقط من ژورنال ها رو میخوام، یعنی اگه رو آل ژورنال کلیک کنید فقط ژورنال، نگاه کنید همه ژورنال شد، میبینید همه ژورناله و کتاب ها از توش هست شد. یا اگه من فقط رو بوکس کلیک کنم، یا اگه بخواد فقط تو بوکس دنبال اون مطلبتون بگردید، فقط چی کار میکنه؟ داخل کتاب ها براتون میگرده. میبینید حالا اینجا اگه لود ریمایننگ تایتل بزنید همه تایتل ها رو میاره. حالا یه روش اینجا بگیم که میانبر برای اینکه مثلا دنبال یه چیزی بگردید اینه که کنترل اف رو بگیرید و مثلا دنبال اون واژه خاصی که هستید که تو عنوان ژورنال یا کتاب باشه بگردید. خب اگه داشته باشه مثلا من واژه کنترل رو میذارم کنترل، می‌بینید همه اونجایی